چطور بچه ها؟ خوش اومدید به پارت هفتم بازی شبیه‌ساز پمپ بنزین. پارت قبلیشو خیلی دوست داشتیم، به خاطر همین پارت هفتمش هم گیم پلی میذاریم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب آقا، همین اول کلی مشتری داریم، من کار اینا رو راه بندازم ببینم که چیا خریدن و محصولاتشون چیا هست. این دوتا دونه بستنی بیشتر نداشت. کاش این هی از پشت این دخله نمی اومد کنار، میذاشت یه دفعه پشت سر هم کار همه رو را مینداختیم. اوه چه بدنی داری تو داداش، یه تیشرت میپوشیدی حداقل. اوکی، اینم فقط دوتا بستنی خریده. فکر کنم فقط بستنی دارم اصلا من الان تو شاپم. نه، مثل اینکه چند تا دونه آب میوه هم داشتیم. نفر بعدی یه دونه مشتری دیگه بیشتر نمونده. تلفنمون هم داره به شدت زنگ میخوره، باید سریع بریم جوابشو بدیم. بذار اول من یه دستی به سر و روی اینجا بکشم، خیلی اوضاع خراب شد. هم باید آشغالا رو جمع کنم، هم کف اینجا رو جارو بزنم. هر کی که میاد تو یه فوش میده میره بیرون. آقا من اینجا رو تمیز میکنم، سریع برمیگردم پیشتون. اوکی، یه ذره اوضاع بهتر شد. یه سری آشغالا رو جمع کردم، یه جارو ریزم زدم. البته ریز که همه جا رو جارو زدم دیگه، یه ربع دارم اینجا رو من فقط تمیز میکنم. باید یادم بمونه حتما زنگ بزنم این یارو هم بیاد آشغالا رو ببره، که کثافت از در و دیوار داره میچکم اینجوری. کاش میتونستیم چند تا کیسه آشغال رو با هم دیگه ببریم بیرون، اینجوری کارمون سخته. ای دونه دونه من بعد این کثافتا رو اینجا وردارم ببرم بندازم تازه تو اون صد آشغال بیرونی، بعد زنگ بزنم یکی دیگه هم بیاد ببره ازشون. خیلی کار داری. این چه گویه دوباره کشیده این رو دیوار ما. دست وردار ریسیم بچه هم و همینجوری به اندازه کافی کلی ما اینجا بدبختی داریم. اینم ولمون نمیکنه. خب آقا، تا اینجا همه کارا رو انجام دادم، مغازمون تقریبا دیگه خالی شد. تلفن داره زنگ میخوره، بذار بنزین اینا رو بزنیم بریم تلفن رو جواب بدیم دیگه. پول این چند تا بنزینه رو از دست ندیم، خیلی مسئله مهمیه این بنزینه واسه من. بذار بریم ببینیم عمو چی کار داره با امون الان. How was the rush hour, nephew? Hope you didn't get trampled beneath all the customers coming. خب نمیخوام گوش بدم عمو جان که اصلا چی میگی. اوکی، اون داره همجوری واسه خودش حرف میزنه، ولی آخرش میخواد بگه که برو اولین تریلر تو برای خودت بخر. باشه، میایم تو سیستم، تو این قسمت یه دونه تریلر انتخاب میکنیم، 249 دلاره و میتونیم بخریمش. پس میخریمش. بذار ببینیم چی هست. اوه، یه داستان جدید اضافه شد. دومین تریلر هم میتونیم بخریم، ولی الان دیگه پولشو ندارم متاسفانه. دو نفر هم میتونیم استخدام کنیم، یکی جان و یکی آندرو. کدومشون رو استخدام کنیم که به کارمون بیاد؟ بذار ببینم، همینه تسکمون هستن یا یه چیز دیگه باید بخرم؟ فکر میکنم که تسکمون این هستن. هم اینو استخدام میکنم هم اینو استخدام میکنم. دیگه فکر کنم پول ندارم دیگه. البته استخدام اینا اصلا پول نمیخواست. دیگه اینجا کاری نداریم. بذار صحبتی هم باهاش بکنیم ببینیم چی میگه اصلا. اینو گذاشتم برای بنزین زدن فکر کنم، ولی بیشتر میخوام اینجا رو تمیز کنه. البته میتونیم هی تسکاشو عوض کنیم، حالا زیاد مهم نیست. فعلا میذاریم نظافت چی باشه اینجا. داداش تو چی میگی یه ساعت اینجا وایسادی آخه؟ فقط هم 8 دقیقه در روز کار میکنه. بذار من بگم این آشغالی هم بیاد اینجا رو خالی کنه. کثافت همه جا رو برداشت. خب یه سری از کارا رو دوباره خودمون باید انجام بدیم. البته بیشتر کارا با خودمه، باز کسی که استخدام کردیم فعلا خیلی به کارمون نمیاد. بنزین این دوتا رو هم بزنیم دیگه. دنبال سرقت هم ماشینا و اینا هم نیستم. اوه بنزینم هم تموم شد. یا اول فصل، به چه مشکل بزرگی برخوردیم. بچه اگه تا اینجا با این ویدیو حال کردین، لایک و کامنت و سابسکرایب و بتره کنید که این پمپ بنزین هم خیلی خفن ترش کنم. خداش بیا تمیز کن اینجا رو ببینم سری پسر. او دو عجله کن، کلی کار داریم امروز. اوکی، الان باید بنزین سفارش بدیم بیاد واسمون. من نمیدونم میتونم. یه چیزی اینجا مشکل داره، میگه جا نمیشه. من مثلا 100 لیتر میتونم بنزین بگیرم، پول نداریم. حالا بدبختیمون یکی دوتا نیستش که، دوباره مثل این که باید بزنیم تو کار سرقت یا اینکه یه سر بریم تو تعمیرگاهه ببینیم چه خبره. بذار فعلا تا اینجا اومدیم یه دوتا ماشین خالی بکنیم، یکم پول بگیریم ازشون. این که قفل بیگینره، اصلا ایزی بازش میکنیم. خیلی هم البته همچین ایزی نیست.
یه مقداری کار داره. اوکی، 7 دلار از این زدیم. این ونه هم فکر کنم نمیشه. چرا؟ از این ونه هم میتونیم یه دوزی ریز بکنیم. اوه داشت با همون حرکت اول باز میشد قفلش. تا حالا این کارو نتونستم انجام بدم که با یه دونه حرکت قفلو باز کنم، اینم باز میشه. فکر کنم دیگه کم کم بتونیم بنزینم سفارش بدیم. بیا بذار این یکی هم یه تلاش بکنیم ببینیم باز میشه یا نه. آخه واسه این ماشین درب و داغونه چه قفلی گذاشتی تو داداش؟ این اصلا لازم نداره. خب اون بغل داره بهمون میگه که سطل آشغالت پره، یه دونه ایمیل جدید داری، یکی هم تو گاراژ. این گاراژیه رو برم کارش رو بندازم، فکر کنم پول خوب بهم بده. یه مقدار دست و بالم باستر میشه. زهر مار. خب خدا کنه وسایل یارو رو داشته باشیم، مشکل لاستیکی و اینا نداشته باشه. فقط که هیچی ندارم دیگه، فقط میتونم روغن موغن و اینا عوض کنم. بذار ماشین رو بفرستیم بالا ببینیم دردش چیه. خدا رو شکر لاستیکای این طرف که اوکیه، یه دونه لاستیک این طرف میخواد، یه دونه آینه بغل. آینه بغلش اول براش اوکی میکنم، لاستیکه رو ندارم دیگه. نمیدونم کوره یارو، نمیبینه من اینجا لاستیک ندارم. داداش برو دنبال کارت دیگه، دیگه چیزی نمیخوای؟ روغنی داستانی؟ بذار روغن مرات بریزم خدا وکیلی. تا اینجا اومدی الکی نرو، بیا برو داداش. ندارم لاستیک، چیکار کنم؟ میتونم لاستیک ترکیده دیگه فقط برات بندازم. یه دو تا سرقت دیگه از این ماشینمو بزنیم. یکیش همین ماشین پلیسه باید باشه. معمولا اینا توی صندوقاشون چیزای خوبی پیدا میشه. قفلش هم مستر و یکی از سخت ترین قفلایی که میشه باز کرد. ولی من بازش میکنم. وای وای، کجا این سیخه شکست؟ لب مرز بود قشنگ. بابا باز شد دیگه. حالا من چقدر میخواد تو صندوق تو پول در بیاد؟ خب دوباره باید بیایم بالا سر دوتا ماشین دیگه. این که ایزی داشت باز میشد لعنتی. واقعا یه سری این قفلا خیلی رو اعصابن، تا لب مرز میره باز نمیشه. خب آقا ولش کن، این قفل تو مخیه واقعا. من نمیخوام اصلا روش زیاد کار کنم. بنزینم دیگه نداریم. جان چی کار داری میکنی؟ 2 دقیقه از کار جان مونده. الان دیگه 100% میتونم بنزین سفارش بدم بیاد. هی میگه یه چیزی مثل اینونتوری تو باید یه ذره بزرگتر کنی که بتونی بنزین سفارش بدی. ولی من نمیدونم دقیقاً کدوم بود. لول ویر هاوس رو باید ببریم بالا ما. الان فکر میکنم خیلی دیگه بهتر شده باشه. میتونیم هر چقدر که دلمون میخواد بنزین و جنس سفارش بدیم. اوکی، میایم تو بخش دلیوری. یه بار دیگه من بگم این آشغال دونیه بیاد، بعد بریم بنزین رو سفارش بدیم. خب یه 500 لیتر اگه میشه برای من بفرست بیاد. نمیشه که بازم 100 تا چی 100 لیتر هم نمیشه. بذار من اوردر رو ریسیت کنم، بذارمش روی 100. یه 100 تا سفارش میدیم بیاد دیگه. بابا تو خیلی دست و پا چلفتی، من باید به این یارو کمکم بکنم. تازه 1 دقیقه دیگه هم مونده که ببینیم تسک بعدیمون چیه. جان داره کارش تموم میشه تقریبا. مشتری پشتری چیزی میتونیم یه سرقت ریز فعلا بکنیم تا جان کارش تموم بشه. اینم احساس میکنم که از اون مدل قفلای سخته، ولی ایزی بازش میکنیم و 12 دلار طرفو میدوزیم. من نمیتونم چرا اینا پولاشون رو میذارن تو صندوق، اصلا کی همچین کاری میکنه؟ خیلی کندی جان، خیلی کندی. بدو سری اینجا رو تمیز کن دیگه. بابا من خودم 3 سوته اینجا رو جارو میکنم. نگاه کن این 1 ساعت داره جارو میزنه، هنوزم تمیز نشده اینجا. آشغالا رو هم که نبرده بیرون، دوباره خودم باید ببرم اینا رو. ایول، یه حرکتی با آشغالا داش میزد. کجا گذاشتی فقط آشغالا رو؟ کیسهشو نمیندازی بیرون؟ این یارو هم که اصلا کوره، نگاه کن کجا داره کیسه گره میزنه. اوکی، کار جان تمام شده. میگه که برو پولشو بده. الان چه پولی من به این بدم آخه؟ چقدر میخواد؟ 33 دلار من باید بدم به تو؟ بیا اینم 33 دلاره فقط هم برای اینکه تسکم انجام بشه. نه از اینکه اصلا راضی نبودم. حالا دوباره چند تا چالش برامون آورده. 45 تا ماشین رو باید بنزین بزنیم، 100 تا مشتری رو باید راه بندازیم، 10 تا ماشین رو باید درست کنیم و از 40 نفرم تیپ بگیریم. تیپ والا اینجا کسی تا حالا به ما نداده. او راستی بنزین رو یادم رفتن. کفشو وایسا دقیقه بابا، وایسا الان میره. بوق نزن، با چک و لگد میکشمت بیرون از ماشینا. خب آقا من عصبی که میشم بعدم ماشینا دزدی کنم. اینا رو که هیچ کدومو نمیتونیم بزنیم، ولی همین یارو که داشت بوق میزد و من ماشینشو میزنم الان. جلو چشش پول تو صندوقشو برمیدارم. بودو الان ماشین جلو یه میره. آها آخش هرسمو خالی کردم از دقل سرش. خب الان باید بریم این دوتا ماشینم را بندازیم. چقدر شلوغ شد دیگه اینجا. من تنهایی از پس این همه کار بر نمیام. واقعا یکی دیگرم باید استخدام کنم حتما. در اولین فرصت باید یکی دیگه بیاد اینجا کمک کنه بهمون. پولمون شد 129 دلار و همچنان هیچ کار خاصی نمیتونیم بکنیم. خیلی پول مول کم دارم.
مثلا اگه بخوام چند تا لاستیک سفارش بدم چقدر میشه؟ هر لاستیک 60 دلاره. فعلا دو تا لاستیک سفارش میدم بیاد. دوباره حالا باید اینا رو بریم از اون یارو بگیریم اون طرفو. هزار تا کار هست که باز همه رو خودم باید انجام بدم. آقا اینم خیلی پول اضافه میگیره. تو بیا برو بنزین بزن. من میگم اصلا بفرستیمش بنزین بزنه بهتر، اینجا رو خودم تمیز میکنم دیگه. خیلی یارو لشه آخه، واقعا کارگر خوبی نیست، اصلا ازش راضی نیستم. چی میخوای داداش؟ سیگار میگار ندارم. نمیبینی؟ یعنی از دور معلوم نیست، حتما باید بیای برینی کف اینجا. من نمیدونم چقدر از این آب میوه ها خریدم که تموم نمیشن، خیلی زیاد از اینا دارم. خب قبل از اینکه برای این ماشین بنزین بزنیم، صندوقشو بزنیم. من میگم دوباره پولم کم شده، مجبورم دست بزنم به سرقت دیگه. دست برد باید بزنم به ماشینا، با اینکه اصلا دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی مجبوریم دیگه. پول که کم میاریم باید دزدی کنیم هم ماشینا. اوکی لاستیکارم این یارو داره میاره، بریم سریع ازش بگیریم. حوصله ندارم اینم دوباره دو ساعت بخواد بوق بزنه دم در. بیا تو، بیا تو، بده سر این لاستیکارو که ما بتونیم کار 4 تا ماشینم را بندازیم حداقل. خب تنها تسکی که هنوز یه دونهشم انجام ندادم مربوط به همون گاراژه. بذار بریم ببینیم این ماشین دردش چیه. الان نمیدونم چرا همه لاستیک ندارم، به خاطر خیابونا اینجا. یعنی لاستیک ماشینا اینقدر زود خراب میشه؟ اصلا هیچ کی من روغن نخرید، یه نفر فقط روغن خریده تا حالا. اوکی ببینم مشکل ماشین کجای خط و خش داره مقدار روی در ماشین یارو. بذار اول خط و خش رو براش بگیریم، ببینیم کار دیگه ای هم لازم داره براش انجام بدیم یا نه. اینکه خط عمقی نبود، خیلی آسون انجام دادیم واسهش. یه دونه آینه بغل میخواد، یه دونه اضافه این بغل داشتم کار کرده نیست داداش. اینو همینجوری از تو جعبه فقط من در آورده بودم. اوکی اینم از آینهش، 210 دلار هم بهمون پول داد. اوکی من باید برم این 4 تا تسک خودم انجام بدم و پارت بعدی رو واسهتون بذارم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین که این بازی هم ادامه بدم و ویدیوهای بیشتری ازش واسهتون درست کنم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. چند تا کامنت انگلیسی هم لطفا بذارید که ویو لایکتون نپره. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.